سلام و وقت بخیر به بخش دوم برنامه آخر خط از نور خوش آمدید. در نخست گزارش برنامه مدعی نشر است. سیزدهم میزان برابر به روز جهانی معلم است و از این روز امسال در کشور بزرگ داشت می شود، اما امسال از این روز با 10 روز تأخیر بزرگ داشت شد. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی در مراسم بزرگ داشت از این روز از مخالفان مسلح دولت خواست که برای تأمین امنیت در کشور دست دوستی بدهند و از جنگ دست بکشند و مانع رفتن فرزندانشان به مکتب نشوند. زانم لتعلیم نمحروم که اولادونم لتعلیم نمحروم لاس را که چه ده خوره که سوله راولو سوله ده هر ماشوم گوخته ندار بیل سوله نه ثبات نرازی مگ نگوالو چه کال که 5 میلیارد دلار پا امنیت باندی اولگه او مگ والو چه کال که 5 میلیارد دلار پا معرف باندی او لگو پا صحت باندی او لگو پا وطی باندی او لگو. احمدزی در روز جهانی معلم با آموزگاران کشور وعده های هم داد و افزود که وعده هایش به معلمین شوخی نیستند و باید عملی شوند. از بین بردن تبعیض بین معلمین و سایر مامورین کشور، دادن امتیاز منطقوی برای معلمین دوردست کشور، پرداخت معاش توسط تلفن همراه، توزیع زمین در ولایت برای معلمین و طرح تازه برای ساختن خانه های معلمین از وعده های دکتر اشرف غنی بود. او در مقابل از معلمین خواهان همکاری در راستای مبارزه با فساد شد. میفهمین ما گزارش ها را میخوانم و اگر کسی گزارش غلط بود لطفا آماده به ای باشه که ترک خواد شد و ترد خواد شد. خواهرها و برادرهای مسئول اگر در دیگه امور شوخی میکنین در امور معلم امرای ما شوخی نکنین. معارف جای شوخی نیست. وعده مقام ریاست جمهوری باید اجرا شد. آقای اشرف غنی میگوید که بازنگری در نصاب تعلیمی معارف ضروری است و باید انجام شود. با گفته وی معارف کشور از لحاظ کمیت رشد یافته و هدف حکومت وحدت ملی در 5 سال آینده رشد کیفیت معارف می باشد. در تعداد شاگردای ما تغییر بسیار بنیادی آمد. هدف عمده ما در 5 سال آینده تغییر کیفیت است. کمیت که دیروالای را بود. کیفیت که مو بنیادی استون زلد سرد طول تاس و زحمتون و حقا شاید تاسی تولیده وی طول نورت ضرورت میدر. احمد زی گفت که باید تفاوت میان مکاتب شهر و روستا از بین برود تا هر کودک و نوجوان این کشور در هر گوشه این سرزمین بتوانند آموزش ببینند. باز هم خوش آمدید بیننده برنامه آخر خط به گونه زنده از نور رسید. در نیم ساعت نخست برنامه آقای غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان با ما هستند. خیلی خوش آمدید. سلام باشید. حرف های رئیس جمهور در باب معارف و آموزش و پرورش چگونه بود از نظر شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم و سلام و احترام خدمت جناب عالی و تمام همکاران محترم تکنیکی در شبکه و بینندگان محترم. خب حرف های بسیار از لحاظی محتوا و از لحاظ ماهیت نسبت به روز معلم که ما پیشا پیش برای رسیدن سال روزی معلم برای تمام معلمان فداکار زحمتکش و قشر محروم جامعه که حق بزرگ برگردن ما و امثال ما و نسلهای گذشته داشته و از این به بعد خواهد داشت تبریک و تهنیه درس کرده و امیدوار هستم که صحبتهایی که جناب رئیس جمهور کردن ای واقعا جامعه عمل بپوشن. مسئله بسیار مهمه. وقتی که ما در صنف سوم مکتب درس می‌خواندیم در دوران زاهر شاه بود
اونجا یک شعر یادم است که کلی از اون شعر یاد دارم، ولی فقط هم یک فقرش میخوانم نسبت به آبادی وطن. میگفتم که وطن نصفه زیل مابات گردد، دیگر اهل وطن دلشاد گردد. اگر بخوای وطن آباد شد، از بدبختی ها، فلاکت باری ها و عقب ماندگی ها نجات پیدا بکنی، این است که باید سویه و مکانیزم های علم و دانش در نظام آموزش و پرورش افغانستان، همونطوری که جناب آقای احمدزه اشاره کردن، از نظر کمیت رشد کرده، ولی متاسفانه از لحاظ کیفیت رشد چندانی نکرده، گرچه زحمت های زیاد در این زمانه. و به بار دیگر اگر راجع به حکومت گذشته 13 سالش وقتی که چشمانداز مثبتی داشته باشه، یکی از مواردش همین معارفه که رشد کرده از لحاظ کیفیت. معلم یعنی آسیب ترین قشر جامعه است بین هو و بین الله. در رژیم های گذشته، در رژیم کمونیستی و خلقی ها، نسبت به معلم توجه خاص داشتن، کوپون توزیع میکردن، به یک سری رسیدگی هایی را انجام میدادن. امیدوارم که همین چیزهایی که گفتم شما شما معلمین به جای باید برسه که هیچ گونه تبعیض و تفاوت بینی از او و یک اداره کسی که دیگه مدیری کسی نه مدیر دیگری که در بقیه ادارات کار میکنه وجود نداشته باشه. معلمان زیاد وجود داره بیچارا که فرزن یک تایم پیش از تو اگر کار در کلاس درس و در مکاتب و لیسه ها و امثال زاده کسه، بعد از زورش مجبور میشن روی فلکه و دنبال یک کار میره، یا سکرت فروشی میکنه و دست فروشی و امثال زاده. وضعیت معیشت و شیوه و نحوه زندگی معلمین ما در سرتاسر افغانستان با کمال تاسف، با تمام شعارهایی که در دوره های قبلی داده شده، بسیار بسیار غم انگیز و رقت آور است. و امیدوارم که واقعا توجه سر بگیرد. بله، آقای مرده اشاره کردن که گفتن در هر بخش و عرصه اگر شوخی دارین، در مورد معارف معلمین با ما شوخی نکنین. این چی پیام میتونه داشته باشه برای معلمین و کسایی که به قول آقای مرده شوخی میکنن؟ خب منظورش شاید ما این رقم استنباط میکنم و میفهمم تا اونجایی که ما درک میکنم. و عبارت عزیز یعنی وعده هایی که میگه امروز ما در حضور شما نسبت به اهل معارف و قشر کسانی که به اصطلاح سرپرستی اطفال مکتب و همسال زالگ بر عهده داره و روشان گرایی میکنه و به عنوان عالمان جامعه، همون که خداوند متعال میگه وقتی که شما چیزی رو نمیدانید بالاخره فصل و اهل ذکر، اینا صاحبان ذکر دیگه، معلم بسیار جایگاهی وسیع و بلند و رفیع را در تاریخ مدنیت اسلام و تمدن اسلامی داشته و داره. ولی زاست که منظوری ایشان اینه که ما وعده هایی که میدیم در این زمینه به اصطلاح به هیچ وجه ما از این گذشت نداریم و شدیداً به او توجه خواهیم کرد. و تمام وعده هایی که امروز برای معلمین میدیم، منظورش همینه که ما به او جامعه عمل بپوشانیم، که امیدوارم که من واقعا تقاضامندم که جامعه عمل بپوشه، بخاطر از اینکه نشود، چون در رابطه با هر قضایایی که اتفاق افتاده در افغانستان در حکومت گذشته شعار زیاد داده شد، جناب رئیس جمهور، جناب آقای کرزی همه حرف ها رو میگفتن، وعده های زیاد داده شد، مثلا از جمله از اینکه به اصطلاح برای از اینا زمین توزیع میکنیم، کجاش چرا هم اشاره کردن چرا زمین توزیع نشد. مثلا ما یاد داریم تعدادی از معلمین از بعضی ولایات از جمله ولایت غزنی چندین مرتبه به کمیسیون تفتیش مرکزی سال گذشته مراجعه کردن به خاطر اینکه زمینی که برای سرپناه ایجاد سرپناه برای معلمین محترم در نظر گرفته شد، متاسفانه زورمندان منطقه و محیط ولایت از جمله خود والی متاسفانه دستن در کار شده بود با اونا نداده و تا به امروز هم اونا سرگردان بود. امیدوارم که به این صحبت هایی که کردن و به این وعده هایی که دادن جامعه عمل بپوشانن و بسیار این قشر مستحق هم هست. و اگر بخوای وطن رشد بکنه، انکشاف پیدا بکنه، نسل جدید و جوانی در مسیر تحصیل و فرزندان امروز افغانستان واقعا صاحب کمال شوه که بعد به واسطه کمال اونا افغانستان آباد خواهد شد، یعنی میست که باید به قشر معلم توجه تا آن حد صورت بگیره که اساسا در لحاظ نحوه و شیوه زندگی خود اینا اساسا دغدغه خاطر نداشته باشه. وقتی که به پای تخته استاد میشه، برای در سر سن قرار میگیره، برای فرزندان افغانستان اینا تدریس و تعلیم را میآموزانه، امیدوار هستم که اینا دیگر دغدغه گرفتاری از اسلام نداشته باشه. در مسئله آموزش پرورش و معارف به یک مسئله اشاره میشه که میگن به لحاظ
کمیتی معارف رشد چشمگیر داشته اما به لحاظ کیفیتی رشد چندانی نداشته. به لحاظ کیفیتی وقتی میگن رشد نداشته چی مفهومی را ارائه میکنه و آیا واقعا اگر توجه بیشتر به معلمین اگر شوه این مسئله دیگر معنا پیدا میکنه که یعنی معارف رشد کیفی میتونه داشته باشه؟ خب یک نکته ای که ایشان اشاره کردن که به اصطلاح نصاب آموزش پرورش باید تغییر بکنه. در چه تغییر بگه؟ از لحاظ کمی؟ نه، کمی مسیر شیوه و به اصطلاح همون روال طبیعی خود تعیین میکنه. هر کسی می بچه و دختر خود در شامل صنف مکاتب میکنه، چه در شهرها چه در دهات قصبات روستاهای افغانستان، اون مشکل نداره. آنچه که مهم از نگاه محتوایی است و اساسا تغییرات ترقی هم بالاخره مربوط به حرکت کیفی است، نه حرکت کمی. حرکت کمی خوب است اما آنچه که میتونه زمینه رشد، یعنی اساسا رشد یا ترقی و تعالی رو که میگیم اون جامعه به اصطلاح رشد کرده و تحصیل کرده است و پیشرفت و پیشرفت و در حال ترقی هستن که و از لحاظ کیفی رشد کرده باشه. من یاد دارم، به خاطر دارم، در همه زمینه تعطیلات تابستانی که ما رفتیم در ولایت میدان بردک، با کمال تاسف میخواهم که یادآوری کنم در مکاتب زیادی ما وقتی که در ولسوالی ها رفتیم، با کمال تاسف شما میدانین همه کتاب حاضری که هستن اساسا مدت 3 ساله که به اینا کتاب حاضری داده نشده، اونها رو کاپی کرده اینا بالاخره، یعنی مواد قرطاسی هم وجود نداشت. وقتی که مواد نباشه، کتاب نباشه و از این گذشته محتوای تعلیم و تربیت باید رشد پیدا بکنه و کتاب هایی که نوشته شده، شما برین همین تاریخ صنف 12 وقتی که شما میخوانید یا صنف 10 وقتی که شما میخوانید، از لحاظ تاریخی نام از واقعا تاریخ نیست. وقتی که کسانی که با تاریخ گذشته افغانستان، با تاریخ افغانستان و تحولاتی که در افغانستان در طول تاریخ اتفاق افتاده اگر سر کار داشته باشه و را مطالعه بکنه، فقط یک فهرستی است از تاریخ، نام از رو نمیتونه انسان تاریخ بگذاره و از لحاظ کمی بسیار در سطح پایینه. از لحاظ کیفیت و ادبیاتی که به کار رفته متاسفانه کتاب هایی که امروز در مکاتب افغانستان تدریس میشه از لحاظ ادبیات هم با شیوه های بسیار پایین به کار رفته. از این جهته که باید از لحاظ کیفی باید رشد کنه. مسائل کیفی معارف است که باید رشد کنه. بله باید. حالا در طی چند سال گذشته دست کم همیشه گفته میشه که فرصت های زیادی در دسترس حکومت افغانستان که باید برای پیشرفت و توسعه در تمام بخش های استفاده میکرد. مشخصا در بخش معارف چقدر کار صورت گرفته فکر میکنین و اگر اون فرصت سجا در باب معارف هم مطرح شود تا کجای کار است؟ خب معارف حدود 70-73% رشد داشته از لحاظ ساختمانی و سرپناه ها که قبلا به اصلاح فرهنگ خیمه نشینی و امثال ذالک بود، بعد از یک رژیم طالبان سقوط در افغانستان، خب تا حدودی این فرهنگ ساختمان سازی که آدم از حق نگذره کاری زیادی صورت گرفته، هم در شهرها، در شهرها بیشتر، در بعضی ولسوالی ها و به اصطلاح ولایات هم صورت گرفته اما کافی نیست و در عین حال منتها این ما باید اشاره بکنیم متاسفانه قرارداده هایی که ساختمان یک معلم به اصطلاح مکتب و لیسه را در نظر گرفته اینا از لحاظ کیفیت فوق العاده پایینه. به عنوان مثال میگیم وقتی که در مثال اول ساختمان وقتی به پایه یک مال رسیده و افتتاح شده و به بهره برداری سپرده شده، همین یک زمستانی که از اینا تیرشته سقف های از اینا تعداد ترک برداشته به دلیل از اینکه اینجا قرارداده ها رو خوب توجه نشده، متاسفانه خیانت کردن و در قسمتی از اینکه خب تا هنوز هم که ما اگر بگیم که مشکل وجود داره، مشکلات بسیار عدیده وجود داره. ما خدمت شما یادآوری میکنم مثلا در بخش عمده از ولسوالی های ولایت میدان ورده که ما در جریان هستم که بالاخره سر تا سر افغانستان گفته نمیتونم که اگه دای کاذب صورت نگیره فردا مسئولین محترم وزارت معارف و یا تحصیلات عالی باز مرا به اصطلاح محکوم نکنن، در همین ولایت میدان ورده که ما حوزه انتخابی ما هستن، در تعدادی از زیادی از مکاتب متاسفانه کتاب وجود نداشته و اگر کتاب هم وجود داشته سری وقت نرسیده، 3 ماه با تاخیر کتاب ها در دسترسی از اونها اون بخشی که قرار گرفته. اما یکی بگیم در تمام مکاتب کتاب 100% توزیع شده، متاسفانه کتاب وجود نداشته، مواد قرطاسی وجود نداشته، ماش معلمین سری وقت خودش نرسیده و تعدادی مجبور بوده، مکلف بوده که معلم ها از کابل بیاین به اصطلاح در این شرایط بسیار حاده که باز را مسائل های امنیتی اینا رو تهدید میکنه و تعدادی از معلمان مظلوم جان خود را بالاخره در زمینه از دست دادن و قربانی شدن و شهید شدن. یعنی مشکلات هایی است که تا هنوز اگر ما بیاییم
فقط ما میتونم به عنوان یک وجدانی که میتونه قضاوت بکنه 70% مشکلات معارف خوب بوده حل شده، اما 30% دیگر باید خوب، 30% یک مقدار به اصطلاح یک کاتگوری بسیار بزرگه و اونم در رابطه با معارف. فقط میمونه یک بخش مشکل دیگه وجود داشته که اون مشکل در سطح به اصطلاح انکشافاتی که صورت گرفته و همینطوری حرکت های اقتصادی که صورت گرفته یکی از مسائلی است که ما شما نباید از نظر دور داشته باشه که مسئله امنیت ها. بر بعضی ولایت ها متاسفانه همونطوری که امنیت بر سری رای پیشرفت دیگر موضوعات قرار داشته در رابطه با معارف عینی همین مشکل وجود داشته که ما و شما باید را در نظر داشته. در عین حال خب بودجه ای که در دسترس وزارت محترم معارف و تحصیلات عالی گذاشته شده بودن خب یک نسبت به بقیه بخش ها یک بودجه خوبی بوده، از او به شکلی شاید و بایدش در بخش هایی که بالاخره اونجا امنیت بوده خوب استفاده شده و در بعضی جاهای دیگر با کمال تاسف خوب استفاده نشده. یعنی مجموعه مسائل است که جناب رئیس جمهور محترم حکومت وحدت ملی وقتی به او اشاره میکنن از لحاظ کیفی واقعا باید رشد بکنه. از لحاظ کیفی رشد نکرده همونطور که من خدمت شما یاد آوردم. شما همه کتاب های فیل اینا از چند جهت نواقص داره. اول از لحاظ کیفیت کاغذی متاسفانه بسیار در سطح پایینه، بعد از لحاظ چاپی بسیار در سطح پایین است، با اینکه گفتن آلمانیا چاپ کرده اینا. من معتقد هستم که آلمانیا چاپ نکرده، به خاطر اینکه اگر آلمانیا چاپ میکرد با کیفیت بالا چاپ میکرد. در همین پاکستان بلخه پس کوچه های پشاور هم سال زالک یک کتاب ها شاید بلخه تاپی آلمان و جاهای دیگر خورده باشه، اما اینجا چاپ شده کاغذش بی نهایت متاسفانه در سطح پایین است. بله هم گفته شده که غلطی هم لایم خیلی بله مخن نشو ما خوندیم دیگه. مثلا ما خب میدانم میگه به شکلی کسی که در جریان است، نه اینکه یک ما بخوایم اتهام و بهتان خدا اینا خواسته وارد بکنم، ما میدانم از لحاظ املایی و از لحاظ ادبی فوق العاده نه تنها به اصلاح روش نداشته بلکه در سطح بسیار پایین بوده که واقعا معارف افغانستان متناسبی با اون وضعیت نمیتونه روش بکنه. از این جهت است که این مشکلاتی که وجود داره اینا رو باید رفع بکنه. امیدوارم که قولهایی که ایشان میده باید توجه خاص به قش معلم صورت بگیره. بله آقای نصیری، در ادامه حرف شما که بیشتر اشاره کردین، حالا هرگاه از چالش و مشکل در بخش معارف صحبت میشه و اگر احیانا تا چند سالگی 13 سال گذشته عقب گردی هم در این عرصه وجود داشته، بیشتر در برخی مناطق البته ناشی از مشکلات امنیتی بوده. فکر میکنید بدون پرداختن به چالش هایی که در فرارای معارف است که یکی میتونه مسائل امنیتی باشه، با وعده هایی که رئیس جمهور داد عمل صورت بگیره؟ یکی از مشکلات مهم و چالش بزرگی که بر سر راه رشد معارف وجود داره و عبارت عزیز که ارائه خدمات عمومی است در به اصطلاح روستاها، قریجات و ولسوالی ها. به عنوان مثال میگم، آشکاراترین قضیه است، ما خود ما به عنوان نوکر مردم با یک قضیه سر کار داشتیم. فرضاً مشکلی یک مکتب، یک لیسه، یک مکتب بالاخره در یکی از ولسوالی ها به عنوان مثال میگم، وقتی که رفتی به وزارت محترم معارف مراجعه کردی، وزیر محترم یا معاونین محترم هر کسی که بوده انصافاً کار را انداخته، اما متاسفانه هیچ گونه ارتباط قوی بین وزارت معارف و بین ریاست های معارف در ولایت ها وجود نداره. یعنی تصمیم گیرنده مشترک نیست. به عنوان چین آف کماند به سلسله مراتب هیچ وقت مراعات نشده. اون تصمیمی که در وزارت معارف گرفته شده مشکلی معلم حل کرده، مشکلی مکتب حل کرده، فرضاً حوالجاتی از اینا رو امضا کرده و بعد قانون تدارکات گفته باید مراعات بکنه، اما وقتی که در ریاست های معارف در ولایت ها مراجعه میشه یکی از مشکل عدیده همین بوده که متاسفانه رئیس معارف اون ولایت در هر ولایتی که بوده اینا تصمیم از پیش خود میگیره. متاسفانه اون چیزی که مطابق با چارچوبی به اصطلاح فعالیت که در خود وزارت محترم معارف وجود داشته، یعنی یکی از چالش های بزرگ است که امیدوارم این سلسله مراتب بالاخره دیگر مشکلی نداشته باشه، مطابق با معیارهایی که وزارت یا وزیر محترم معارف حالا هر کسی که باشه از این به بعد در رسته وزارت محترم معارف وقتی که اونا دستور میده اینا رو باید ریاست های معارف مراد بکنه و بعد بین ریاست معارف و بین به اصطلاح مدیریت های معارف در ولسوالی ها متاسفانه هماهنگ وجود نداره، به خاطر اینکه کمکاری وجود داره. ریاست یعنی ریاست های معارف در ولایات با مدیریت های لیسه ها و مکاتب متعددی که در ولسوالی ها قرار داره با اونا همکاری نداره متاسفانه. یعنی هر کسی در سلسله مراتب خود آمده خود را بالاخره یک به اصطلاح ارباب ساخته و فرماندار ساخته. یعنی چیزهایی است که باید در آینده ان شاء الله توجهی صورت بگیره و همو
بخش هر مقدار کم هست بودجه معارف به نحو حسن و شایسته در مدت زمان معینش و به شیوه یک پرنسپ اخلاقی و اداری موره ایجاب میکنه تا با مصرف برسه تا بتوان زمینه یک رشد تکاملی خوبی معارف به وجود بیاره و افغانستان بازم تاکید میکنم که اگر بخوایم واقعا افغانستان آباد شود جز رایش آبادی معارف راه دیگری وجود نخواهد داشت. با سپاس از حضور و وقت آقای غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان ادامه این برنامه پس از وقفه کوتاهی. با سلام مجدد به ادامه برنامه خوش آمدید. در نیم ساعت پسین برنامه آقای عبدالستار مراد رئیس کمیته سیاسی و عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان با ما هستند. خیلی خوش آمدید آقای مراد. تشکر از شما و همچنین از نازنین محترم نور. آقای مراد این روزها چگونگی کارکرد و اراده حکومت وحدت ملی بیشتر در رسانه ها صحبت میشد تا دو هفته بیشتر که سپرش از آغاز حکومت وحدت ملی چی کارکردی داشته به نظر شما؟ خب آغاز حکومت وحدت ملی است و چون این شکل حکومت بار اول است که به این مفهوم و به این ساختار بار اول است که در افغانستان تجربه میشه، بنان زمان میگرد تا بتانه اجزای حکومت با هم شیوه کار خوب بیاموزن و خوب کار بکنن. آغازش هم خوب است، رئیس جمهور بعضی اقدامات اصلاحاتی انجام داده و همچنین رئیس شورای رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی هم مجالس خود آغاز کرده، شورای وزیران بار اول تاسیس شد، جلسه دایر شد و فعلا کارها دیگه در سطح آغاز کار است. فکر میکنم بسیار وقت زود است که ما قضاوت بکنیم که حکومت وحدت ملی به کدام جهت روان است و یا ما ارزیابی بکنیم مؤثرت کارها اینا را. آغاز کار است، اما از تفاهمات و همکاری که میان هر دو مقام رهبری کشور میبینیم که رئیس جمهور و رئیس اجرایی کشور است، امیدواری هست که کارا خوبتر پیش بره. بله، حالا دست کم نخستین اقدام رئیس جمهور حکومت وحدت ملی چگونگی دستور به بازگشایی و بررسی درباره پرونده کابل بام بود که خیلی امیدواری ها را در بین مردم هم با وجود آورد. از سوی هم نگرانی وجود داشت که کار کردن میتونه حکومت وحدت ملی با توجه به تیمی که در این حکومت آمدن سهیم شدن. اما با برگزاری نخستین جلسه شورای وزیران که تحت ریاست رئیس اجرایی حکومت صورت گرفت، باز هم مردم خوشبین شدند که خب کار آغاز شده، دیگر نمیتونه اینجا نقاط اختلافی وجود داشته باشه. دست کم اینه میتونه یک آغاز خوب تلقی شه برای حکومت. ما فکر میکنم آغاز خوب است برای حکومت ای که رئیس اجرایی کشور با رئیس جمهور یک جا در مجالس کابینه که بیشتر وظایف پالیسی سازی رو دارن اشتراک میکنه و عملی کردن وظایف پالیسی های کابینه میسازه، هم از مسئولیت های رئیس اجرایی است و رئیس اجرایی شورای وزیران دار میکنه و در بخش اجرایی پالیسی ها دستور میده، دایرکتیو میده و مسیر میده برای وزارت خانه. واقعا یک نوید خوب برای ما میده و از آغاز حکومت ما میبینیم که اونمو حلقه های مافیا در ترس و حراس هستند و آغاز حکومت با اعدام یک قده خائنی که بر آبرو و عزت و مال مردم هجوم برده بدن به اعدام اونا آغاز شد که میگه سالی که نکوست از بهارش پیداست و فعلا ما میبینیم در ادارات دولت که هنوز هم تمام شرایط و تمام اقدامات صورت نگرفته که جلوگیری از فساد بزرگ اداری که میراث از نظام قبلی مانده، هنوز او تدابیر گرفته نشده. بازم ما میبینیم که ترس و هراس در دفاتر دولتی، در حلقات کنا به اساس رشوت و پول کار میکردن ایجاد شده و کم کم مقدار، یعنی در فعل حاضر ما که میبینیم مقدار رشوت دهی و رشوت ستانی بسیار پایین آمده و اما این کسا و این حلقات منتظر هستند که اقدامات بعدی حکومت چسان میباشه. اگر واقعا اقدامات بعدی معید اقدامات فعلی و اقدامات فعلی پیگیری شد به شکل منظم و درست، انشاءالله امیدوار هستیم که بساط فساد اداری در کشور برچیده شود. حالا یک مسئله بیشترش رو مشاقای مراد که
حکومت وحدت ملی وعده آوردن اصلاحات برای مردم داده بود با آغاز شکل گیریش. البته تا حال کارهایی که صورت گرفته و جابجایی هایی که صورت گرفته بیشتر گفته میشه که در حد تغییرات است و نمیتونه اصلاحات معنا داشته باشه و اصلاحات تلقی شود. این مسئله چگونه است؟ من فکر میکنم تا به حال تعییناتی که صورت گرفته چندان تعینات بزرگم صورت نگرفته. چند مشاور در سطح ریاست جمهوری تعیین شده، در اداره امور هم خیلی تغییرات در اداره امور شده. اداره رئیس جمهور منحل میشه، میره به اداره امور ادغام میشه و در اداره امور تغییرات میه، یک عدد دفاتر از بین میره، یک عدد دفاتر جدید ایجاد میشه. خب این کارهایی است که در سطح خود ریاست جمهوری رئیس جمهور انجام میده. فهم ما است که بیشتر اداره امور قبلی اما امورات مربوط به ریاست جمهوری و دفتر رئیس جمهور تنظیم میکنه و پیش میبره، اما شورای وزیران و دانشای شورای وزیران با اداره امور ریاست اجرایی ارگان جدید است که ایجاد میشه و این ارگان تمام وظایف اداره امور قبلی را به عهده میگیره، چون امورات اجرایی حکومت از وظایف رئیس اجرایی است. بله، حالا اگر اون حکومت وحدت ملی باشه و تعهدی که صورت گرفته بود، توافقی که صورت گرفته بود، اگر تعیناتی هم صورت نگیره در مشوره با هم، تا حال فرد یا اشخاصی از آدرس تیم اصلاحات همگرایی یا از آدرس رئیس اجرایی حکومت در کدام بسته گماشته شده؟ نظر به موافقت نامه سیاسی، هر تمام تعینات به مشوره هر دو طرف صورت میگیره. رئیس از آدرس ریاست اجرایی تا به حال ما که به یاد دارم یک تعیین فردم تعینات صورت نگرفته و منتظر هستند که یک سلسله شرایطی در موافقتنامه سیاسی او برآورده شود، بعد از او تعینات صورت بگیره. فعلا هیئت مشترک ریاست اجرایی و ریاست جمهوری یا بگیم هیئت مشترک حکومت وحدت ملی کار میکنه تا اینمی زمینه و شرایط فراهم بسازه تا تعیینات در سطح کابینه، در سطح ولایات به صورت آغاز شوند. یعنی هیئت مشترک این حکومت وحدت ملی شب روز کار میکنه و تا اینمی شرایط آماده بسازه. بله، در مسئله چگونگی معرفی کابینه که حالا تاکید صورت میگیره، یکی از اتاقهای شورای ملی هم درخواست داشتن که باید هر چه زودتر کابینه را دولت وحدت ملی معرفی کنه و همچنان مردم هم انتظار دارن که چه وقت کابینه دولتی وحدت ملی معرفی میشه. بله. ببین، حکومت قبلی ما در ظرف 12 سال با تاسف نتونست یک کابینه پاسخگو و جوابده را ایجاد بکنه و دلیل تاخیرش هم است که کار صورت میگیره روی این مسئله که باید یک کابینه خوب باشه. یقینا یک دلیلی که کمک تاخیر صورت میگیره است که باید کابینه که ای با ساخته میشه کابینه پاسخگو باشه، کابینه باشه که اعضای از او یا شورای وزیرانی باشه که اعضای از او به اساس شایسته سالاری انتخاب شده باشند و تفاوت نسبت به کابینه های قبلی داشته باشه. به اون خاطر است که حیات اردوجانی فعلا کار میکنه یا بوی مهیت حکومت وحدت ملی کار میکنه، احتمال میده ظرف تا 7 روز آینده یا 5 روز آینده اینا کار خود تکمیل بکنن و تعینات در سطح کابینه و سطح ولایات آغاز شه. بله، میشه بگوین آقای مراد که چی کسایی در کابینه خواهد بود؟ منظوره که چهره های جدید قطعا شامل کابینه دولتی وحدت ملی خواهد بود و یا هم افرادی که متعهد بودن، کارکن بودن در حکومت گذشته در دولت و کابینه جای خواهند داشت؟ خب ما نام اشخاص گرفته نمیتونم، اما میتونم مواصفاتشون رو بگیم که هر کسی که به کابینه آینده را پیدا میکنه به اساس شایستگیش، به اساس تجربه، به اساس تعهدی که به افغانستان و کشور خود داره و به اساس آلوده نبودن به فساد در حکومت گذشته و همچنین نداشتن جرایم دوسیه های جنایی یا جرمی، این مواصفات است که وزرای کابینه آینده می داشته باشند و تلاش به بیشتر صورت می گیره که کابینه آینده طوری ساخته شود که واقعا تفاوت با کابینه های قبلی دیده شود، با وضوح کابینه ساخته شود که بتونه به مردم جوابگو باشه و خدمتگزار باشه و ملت واقعا چهره های جدید و بله. کارها و کارنامه جدید ببینه. وقتی شما تاکید میکنین و به مردم میگین که کابینه جدید کابینه پاسخگو خواهد بود، اگر در کابینه گذشته مشکلی وجود داشته، فکر میکنین از آدرس افراد بوده و وزرا بوده که کار کردن نبودن و یا هم مشکلی حکومت و چگونگی معرفی کابینه بوده؟ اما
ضرب المثل معروف است که شطور گفتن چرا گردند کج از گفت کجای راست است. حکومت گذشت حالا جز تاریخ شده و رفته، اما واقعا یک باری بود بر دوش ملت و پای حکومت گذشته بر گلون ملت در طول عمرش بوده. امنیت کشور هر روز بدتر از بدتر شده رفت، اقتصاد ملت به وضعی خوب میشد بدتر شده رفت. خصوصا امروز مثلا پیشروی است، ملت نان نداره بخوره، ملت چوب نداره خانه خود گرم کنه، ملت دوا نداره بر اولاد خود بته یا خودش استفاده کنه. در یک آینده نامعلوم و واقعا غمین ملت به پیشروی زمستانه و کل نتایج کار نکردگی حکومت گذشته و کابینه های گذشته است. واقعا یاد کابینه های گذشته که چه قسم در مقابل مشکلات مردم بی‌پروا بودن و اصلا مصلحت های مردم و کشور در نظر نمی گرفتن، یاد از اونام انسان جگرخون می سازه. بله، حالا فکر می کنم بناوی باز هم کسای اگر این کابینه جدید از آدرس همین دو تیم معرفی شود، باز هم خوب افرادی بودن که در حکومت گذشته بناوی داخل بودن و کار کردن در بخش های از حکومت گذشته. ما در کابینه آینده شاید ماتس میزنم که بسیار کم کسا باید شاید دیده شود. اکثرا چهرهای نو خود بود و اکثرا چهرهای خود بود که از نقطه نظر تحصیل علمی، از نقطه نظر تجربه کاری و از نقطه نظر پاکی و تعهد به افغانستان چهرهای درخشان باید باشند. بله، یک مسئله دیگر هم که گاهی اشاره میشه، حالا با شکلگیری حکومت وحدت ملی یا دولت وحدت ملی، مسئله بروز ناامنی است که ما شاهد بودیم در چند روز که از این حکومت سپری شد. حملات زیادی از سوی مخالفین مسلح دولت در کابل را اندازه شد، در ولایات و در بسیاری از ولایات حملات را اندازه شد و چقدر از نیروهای امنیتی شهید شدند. خب سوال میکنم مردم که چرا دولت تا کنون موضع روشنی ندارد در قبال ناامنی ها و در قبال طالبان؟ ما برعکس معلومات ما میگه که در پایان حکومت قبلی وضع امنیتی واقعا بسیار بحرانی شد و در ولایات هلمند و کنر و بعضی ولایات دیگه حملات شدید، حتی در قندوز حملات شدید طالبان آغاز شد. یک برنامه وسیع در سطح کشور از حملات طالبان دیده می شد که با تغییر نظام ای به اندازه قابل ملاحظه فروکش کرد و امروز حادثات اخیر هم که می بینیم این فقط دنباله و تدام اونمو برنامه طالبان بود یا حامی های طالبان که در اواخر حکومت گذشته اینا برای انداختن به این فکر که بیشتر بتانن اساسات امنیتی افغانستان متزلزل بسازن، اگر بتانن افغانستان به طرف بحران برند که خوشبختانه ناکام شدن و حکومت جدید شکل گرفت و حملاتشان فروکش کرد. حالا یه هم تداوم از اموست و امیدوار هستیم که با تعیین کابینه و با تغییراتی که در پالیسی حکومت ایجاد میشه امنیت کشور قوی تر شود و نیروی امنیتی ما با روحیه بیشتر و خوبتر از افغانستان دفاع بکنن، امنیت افغانستان تامین بکنن و امیدواری ها زیاد وجود داره که انشاءالله با حکومت وحدت ملی ما شما در صفحه امنیتی افغانستان تحولات و تغییرات خوبی رو خواهد ملاحظه کرد. بله، دست کم حالا حداقل یک موضوع می داشت حکومت وحدت ملی در طول، بخصوص 22 تن از نیروهای امنیتی شما شاهد هستید که در میدان وردگ به شهادت رسیدند. حالا از روزی که شکل گرفته دست کم در هر باب آمدن سخن گفتند، در مورد قضا، در مورد پارلمان، شورای ملی، در مورد فساد و امروز هم در مورد معارف وعده های معلمی داشتن رئیس جمهور. اما چرا در مورد مسائل ناامنی ها؟ من فکر می کنم امروز رئیس اجرایی کشور با وزارت دفاع و اراکین وزارت دفاع جلسه خاصی داشت و رئیس جمهور هم همچنان جلسه خاصی داشت. قضیه امنیتی بسیار جدی گرفته شده و امیدوار هستیم که در ماه های آینده در صد روزی که ما پیش رو داریم باید یک تحول بسیار مثبت در تامین امنیت کشور مشاهده شد. بله آقای مراد، یک سوال کلی که در ذهن شهروندان افغانستان وجود داره است که خوب اگر اراده ای هم از جانب حکومت وحدت ملی برای آوردن صلح امنیت در کشور وجود داشته باشه، خب مردم در این شک نخواهد داشته باشن یا امیدواری های زیادی دارن. اما از طرف دیگر میبینیم که کسایی که در مقابل دولت گذشته میجنگیدن و حالا هم به عملاتشون ادامه میدن هنوز در موازیشون پابرجاستن و تغییراتی در دیدگاه از اونها نیامده. وقتی که مثلا مطرح میشه که امنیت تامین میشه یا حکومت باید امنیت تامین کنه، با چی روی کرد فکر میکنین این دولت خواهد توانست امنیت بیاره؟ ما به عقیده هستم که امنیت یک کشور تنها مربوط به نیروهای امنیتی کشور نمیشه، بلکه امنیت یک کشور بسیار عوامل وجود داره که در
در تامین امنیت کشور رول به سزا را بازی میکنند. خود نیروهای امنیتی، سطح تعلیم و تربیت نیروهای امنیتی، تعهد نیروهای امنیتی، روحیه و مورال نیروهای امنیتی یک بخش کار است. طبعا اکمالات و لوجستیک و همه جز یک بخش کار است. اما مهمتر از اونا این قیادت سیاسی است که به نیروهای امنیتی داده میشه. اگر قیادت سیاسی سالم و تصمیم سیاسی و تصمیم ملی وجود داشته باشه و رهبری سیاسی کشور عقب تصمیم ملی قاطعانه استاد شوه و رهبری سالم به نیروهای امنیتی داده شوه و فراهم شوه، نیروهای امنیتی میتونن که خوبتر امنیت تامین بکنن. از هر دوی این موضوع که مهمتر حمایت مردم از نظام سیاسی کشور و از حکومت است. به هر اندازه که حکومت از حمایت وسیع مردم برخوردار میباشه، سطح امنیت به من اندازه بالاتر و بالاتر میباشه. در حال حاضر شما این حمایت را میبینیم که مردم داشته باشن از حکومت جدید. بله، امیدوار هستیم که این حمایت وجود داره و این حمایت به شکل عملی در تامین امنیت در کشور تاثیر خود داشته باشه. بله، خوب اگر بس حمایت مردم باشه، واقعا فکر میکنین مردم اومدن در انتخابات اشتراک کردن، چرا هنوز مردم سوال دارن و نگرانی دارن که انتخاباتی که اونا اومدن اشتراک کردن رای دادن اراده مردم در نظر گرفته نشد و از رای توافق اومدن دولت تشکیل دادن؟ پس مردم واقعا با این روحیه اگر اعتمادشون دوباره برگشتونده نشه به مسائل انتخابات و دموکراسی چگونه همکاری خواهند کرد؟ یقینا من با شما موافق هستم که یکی از وظایف مبرم حکومت وحدت ملی اعاده اعتماد مردم به انتخابات و دستگاه های ملی مانده که مسیرهای انتخابات، آوردن تغییر و اصلاحات در قوانین انتخاباتی و آوردن چهره های متعهد افغان و با ایمان که واقعا مستقلانه در خدمت مردم باشند، برای مردمشان احترام بگذارند و زعامت‌های سیاسی آینده افغانستان از طریق آرای پاک مردم انتخاب بکنند. این موضوع در اعاده اعتماد مردم بسیار رول به سزا داره. یکی از فقره‌های موافقتنامه سیاسی هم تاکید بیشتر بالای این موضوع میکنه. تا وقتی که مسئله قوانین انتخاباتی و چهره‌های انتخاباتی اصلاح نشه و تغییر نکنه، ما یک سال بعد انتخابات پارلمانی داریم. ما نمیتونیم با این چهره های کمیسیون انتخابات و با این قانون انتخابات بریم پارلمانه که نماینده ملت است، نماینده توده های بزرگی ملت است، نمیتونیم ما تو یک پارلمان انتخاب بکنیم. بنان به خاطر داشتن یک پارلمان واقعا نماینده، یک پارلمانی که از مردم نمایندگی بکنه، با پول رشوت نبنده چوکی پارلمان نشینن، ما بر داشتن تو یک پارلمان با داشتن یک کمیسیون متحد پاک ما نیاز داریم، با چهره های پاک و متحد به افغانستان ما نیاز داریم که در کرسی های کمیسیون بشینن و با آرای مردم احترام بگذارن و آینده یک کشور به شکل سالم و درست اینا قلم بزنن. بله آقای مراد، در کل حکومت وحدت ملی آمدن کارشان از مسئله مبارزه با فساد آغاز کردن و وعده های زیاد برای مردم افغانستان داده بودن در این مورد. حالا اگر بر فرض کابینه جدید تعیین شود، شما اشاره کردین افراد متحد و پاک باید در این کابینه باشن، خوب اگر اینا دستی به فساد و رشوه ستانی نزنن، فکر میکنین فساد از میان برداشته شود و کسای دیگری هم که در حکومت گذشته عاملین فساد بودن و به نوعی فساد کرده بودن، مسئله از اونها چگونه خواهد شد در این حکومت؟ من بازم به موضوع قبلا که اشاره کردم به او مراجعه میکنم که اصلاح نظام به دو شکل صورت میگیره، یا از بالا صورت میگیره یا از پایین. از پایین اکثرا در اثر انقلابات و شورش ها صورت میگیره که کاملا نظام برمی افکنه و نظام جدیده روی تئوری های جدید استوار میکنه و میسازم. اصلاح نظام از بالا طوری صورت میگیره که اول یک اراده ملی، یک آجندای ملی ایجاد میشه برای اصلاح نظام، برای اصلاح کشور و برای مبارزه با فساد، با تمام عواملی که اسباب عقب‌ماندگی یک کشور فراهم میکنه، این اراده ایجاد میشه. بعد از اراده ایجاد اراده، اونم تمام قشر سیاسی یا رهبری سیاسی کشور عقب اراده استاب میشه و این عملی میکنه. طبعا وقتی که تو یک اراده سیاسی اجندای ملی ایجاد شود، اراده سیاسی در پهلویش ایجاد شود و از تو یک اجندا حمایت بکنه، چهره های خائن
و نهادهای خائن باید همه از بین میرن، جالب به نهادهای پاک، به چهرهای پاک و متحد و وطن دوست عوض میکنن. اون وقت است که کشور به طرف شگوفانی، اتحاد، وحدت ملی همه پیش میره. بله، با همین شکلی که آغاز شده کار از حکومت وحدت ملی، خوب در تمام بخش ها وعده هایی به مردم دادن، امیدواری های زیادی هم در بین مردم خلق شده که خوب حکومت کارش خوب آغاز کرده و وعده هایی که به مردم داده بودن آهسته آهسته دارن عملی میکنن. آیا ادامه این وضعیت یا این روند هم همین گونه امیدوار کننده خواهد بود؟ خب اما ما ترجیح میدیم خوشبین باشیم، اما خوشبینی ما زیاد دوام نمیکنه اگر این حکومت وحدت ملی گام های عملی بلند نکنه و عملا در مبارزه با فساد برنامه نسازه، مکانیزم نسازه و به ملت گزارش نده. مهمترین گپی که از در حکومت های افغانستان در طول چندین قرن که حکومت های هیچ وقت به ملت جوابگو و پاسخگو نبودن، به ملت گزارش نمی آدن و این حکومت هم باید چیزی که باید تغییر داشته باشه با نظام حامد کرزی در 12 سال قبل ایست که ای باید از تمام کار خود به ملت گزارش بده. حتی مبارزه با فساد باید به ملت بیا واضح بود که ما در مبارزه با فساد بعد از 3 ماه چی کردیم، در مبارزه با مواد مخدر باید به ملت بود که ما چی کار کردیم، کجا کم آمدیم، کجا تانستیم کار بکنیم. هر قدر که شفافیت بین ملت و حکومت وجود داشته باشه بر اون اندازه ملت اعتمادش آدم میشه به حکومت و حکومت هم کاری میکنه. و امیدوار هستیم که خوشبینی ما دوام پیدا بکنه و ما یک حکومت واقعا کارارا، پاسخگو و جوابده داشته باشیم در آینده افغانستان. سپاس گزارم. در پایان هم سپاس از حضور وقت مهمان برنامه آقای عبدالستار مراد، رئیس کمیته سیاسی و عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان. از شما بیننده های عزیز هم سپاس. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.